سلام على المهدی و علی آبائه یکی از راههایی که برای رسیدن به ارزش و اخلاق برای ما لازمه اطاعت فرامین خداست که خداوند متعال در قرآن بهش توجه میکنه که اطاعت امرش برتری داره بر همه چیز و پیغمبران و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین علت برتریشون هم همین جهته که نسبت به خداوند متعال مطاع بودن و اطاعت میکردن بدون قید و شرط به همین جهت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تشبیهی میکنن برای ما ما در امور دنیایی و جسمیمون به طبیب خیلی اهمیت میدیم حرف پزشک را خیلی قبول داریم و خیلی مورد توجه قرار میدیم و خودمون که بیمار هستیم سعی میکنیم که دقیق دستورهای پزشک را اجرا بکن لدا پیغمبر اکرم از همین واژه استفاده کرده و این تشبیه را به کار گرفته تا مطلب را برای ما روشن بکن لذا میفرماید بندگان من یا عباد الله انتم کل مرضا و رب العالمین کت ای بندگان خدا شماها مانند مریض هستید مریض صلاح خودش را نمیدونه بیماری خودش را خبر نداره مشکل درونیش را آگاه نیست وقتی که به دکتر مراجعه میکنه دکتر میگه باید این غذاها را مثلا استفاده نکنی این داروها را استفاده بکنی من برای اینکه بهبودی حاصل بشه برام اطاعت میکنم پیغمبر اکرم میفرماید خداوند متعال مانند طبیب برای شما چگونه از شما حرف یک انسان عادی را به صرف اینکه پزشک و زحمت کشیده به مقام پزشکی و تبابت رسیده سخنش را میپذیری اما خدای بزرگی که آگاه به همه عالم و اسرار نیاز ما هست اینجا ما کوتاهی بکنیم نه همانطور که ما از یک پزشک اطاعت داریم از امر پروردگار اطاعت داشته باشیم و اون چرا که امر کرده اگر به ما میگه این کار حرامه این برای مصلحت ماست که فرموده حرام انجام, انجام ندید اگر میفرماید این امر واجبه این به مصلحت ماست که ما باید انجام بدیم ما اینجا نمیتونیم بگیم نه چرا اینجا گفته که حرام ای من که حرمتی نمی بینم مثلا من لذت هم دارم میبرم از این کار من ظاهر را می بینم و لذت ظاهری را اما اگر من واقع را ببینم و گناهی که از این جهت داره به من میرسه من اینجا خودم را منقاد به امر خداوند متعال و امتثال فرمان پروردگار را در زندگیم اجرا میکنم تا اینکه سعادت برای من باشه فرمود فصلاح المرضا فیما یعلمه الطبیب صلاح یعلم سلاح مریض همانه که پزشک برای او تجویز میکنه و او را راهنمایی میکنه نمی... شما نمیتونی به دکتر بگی آقا من به نظرم اینه که مثلا آب سرد بخورم میگه نه تو وقتی که سینه درد میکنه فرض مثال آب سرد یخ کرده برات ضرر داره اینجا من نمیتونم نظر خودم را بر نظر پزشک مطرح بکنم و عمل بکنم در باب عبودیت و بندگی هم ما باید مطیع و منقاد پروردگار باشیم در امور دینیمون امتثال اوامر خداوند متعال را به دست بیاریم تا اینکه به این مقام برسیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید پروردگار فرمود یبن آدم اطعنی فیما امرتک ولا تعلمنی ما یصلحک؟ ای بنده من مرا اطاعت بکن در آنچه که امرت کردم و به من یاد نده که مصلحت من چیه؟ مصلحت من اینه که من آزاد باشم مثلا یک خانم پیش خودش فکر میکنه که من هرچه آزادتر باشم راحت ترم این چادر و مثلا حجاب و اینها دست پاگیر برای من اما خداوند متعال میفرماید سلامت جامعه و سلامت توی خانم در اینه که این حجاب را بپوشی تا اینکه چشم نامحرمان به تو نخوره و چشم تمعکاران از تو دور باشه این راهیه که به ما آموختن در دستورهای اسلامی برای ما راهنمایی قرار دادن چرا چون من اون چرا که می بینم ممکنه برای من سختی داشته باشه به اصطلاح مثلا حجاب دست پا گیره اما فرمود بهش رفتن با راحتی نیست باید سختی ها را به دست بیاری بله یک انسانی که از حقیقت و واقعیت دوره میخواد لذت های دنیایی را ببره میخواد آزاد باشه میخواد هر جوری که خودش به نظرش میاد رفتار بکنه رفتار بکنه تا اینکه به اون چه که دوست داره برسه اما یک انسانی که در مسیر اطاعت خداوند متعال در مسیر هدایت قرار گرفته و میخواد برای آینده خودش که ما برای او به وجود آمدیم و در این دنیا زندگی می کنیم تا اون آینده را ترسیم بکنیم و واقعیت را برای خودمون مهیا بکنیم این با سختی ها لذا فرمود حفت الجنت و بالمکاره رسیدن به بهش با سختی ها همراه شده با اینکه مثلا اول صبح از خواب شیرین بلم بشم و نماز بخوانم بله خواب لذیذه و من در استراحتگاه خودم قرار گرفتم اگر بلند بشم مخصوصا در زمستان و سرد من بلند بشم بخوام وضو بگیرم از استراحتگاه هم بیرون بیام سختی داره اما این ارزش را به انسان میده که من بلند بشم اول صبح در مقابل پروردگارم بایستم و الله اکبر ایا که نعبد و ایا که نستعین بگم پروردگارا تو را عبادت میکنم و از تو کمک میگیرم این ارزشیه که خداوند متعال برای یک انسان مد نظر قرار داده که سعادت آخرتش را تضمین بکنه با این سختی که ولو کم هست اما لذتها لذتهای زود گذر و کم در مقابل عذاب دردناکیه که بعدها لذا در روایت داریم اونهایی که برای لذت زود گذر که چقدر میخواد این لذت طولانی باشه دقایقی بیشتر از این لذت شما استفاده نمی کنی. اما زمان طولانی باید گرفتار عذاب خدا باشی و انسان عاقل نمیاد لذت زود گذره دقایقی و ساعتهایی را به عذاب ساعتها و عذاب دردناک تبدیل بکنه خداوند متعال ما را از عذاب خودش رها کند و در مرحمت و مغفرت خودش قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد